سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحثمون. جلسه قبل من گفتم برای اینکه بخوایم اون فایل رو ببینیم نیاز به مالتر داریم. بریم مالتر رو پیاده سازیش رو ببینیم با هم دیگه و انجام بدیم. اول چیزی که میخواد میگه که اینو اول چیکار کنید؟ ایمپورت کنید. خب میام داخل اینجا، چون از جنس میدلویر من اینجا میام اضافهش میکنم. پس اول چیزی که نیاز داریم مالتره. دیگه چی نیاز داریم؟ ببینیم چیا داره. خب اون اگزمپلی که من میخوام بزنم اینجا نگفته، اشکال نداره، بیایم اینجا بنویسیم. بعد بنویسم const، یه استوریج رو باید مشخص بکنیم. میگم مالتر دات دیسک استوریج، فعلا پارامتر بهش پاس نمیدیم. بعد میسم اکس مالتر. خب اینجا آپشن اولش چیه؟ آپشن اول اون استوریج رو پاس میدیم. بعد یه فانکشنی که باید اجرا بشه، مثلا اسمشو میذارم فایل فیلتر. خب بریم فایل فیلتر رو هم بنویسیم. const فایل فیلتر مساویه. خب داخل این فایل فیلتر بچه ها من به چیا دسترسی دارم؟ بذار ببینم ساجست میکنه خودش. نه، من اینجا به ریکوست دسترسی دارم، به فایل دسترسی دارم و یه کال بک فانکشن که مثل میدل نکست میمونه، نکستی که ما تو میدل ور استفاده میکنیم. فعلا یه کنسول لاگ اینجا میذارم فایل رو بهم نشون بده و بعد کال بک فانکشن رو فراخوانی میکنم. کال بک فانکشن دو تا ورودی داره، یه اروره که من فعلا میذارم نال و یه دم ترو میذارم. خب فعلا این از این و در نهایت اینو باید اکسپورتش بکنم. آپلود ایمیج، اسمش رو میذارم آپلود ایمیج. خب حالا این ادرس میدلور دیگه، درسته؟ پس میریم تو اپ دات جی اس اون بخش تو روتمون. کجاست روت؟ ایناش. اینجا میدلور رو اضافهش میکنیم توی روتمون. بعد میام اینجا میزنم چی؟ آپلود ایمیج، خودش خودکار این بالا ایمپورت میکنه. یه سینگل هم اضافه میکنم بهش چون میخوام تک ایمیج دریافت کنم. ایمیج اسمش چیه؟ فایل نیمش آواتار. من با اسم آواتار دارم اینو میفرستم سمت بکند. خب بذار ریکوستمو دوباره بفرستم، بیام سمت بکندم. نیا کنید فایل رو اینجا دارم نشونم میده، اسمش، انکودینگش و حتی تایپش که از جی پی گه، اسمش هم که نوشته آواتار. خیلی خوب، یه اتفاقی که اینجا میفته اینه که من اساس این مایم تایپی که این زیر نوشته میتونم یه فیلتر بذارم. بیام اینجا توی در حال مالتر اینجا یه شرط بذارم، بگم اگر اون فایلی که سمت من اومده مایم تایپش استارز ویت، اگر شروع شده بود با ایمیج، من اینو برعکسش میکنم اگر شروع نشده بود. اگر با ایمیج شروع نشده بود معنیش اینه که ایمیج نیست دیگه، درسته؟ در اون صورت یه کال بک فانکشن فراخونی کن، بنویس بگو که supported
only image false. یعنی میگم که آقا جان اگه اولش با ایمیج شروع نشه اصلا ایمیج رو ساپورت نمی‌کنم. بیام یه فایل چرت و پرت من بهش بدم یه لحظه. خب من به اینو ور میدارم بهش فایل دیگه میدم، این فایل تکست میدم. خب بر ریکوست هم میفرستم. یا کنید خطا رو به همون میده. خیلی خب بریم سراغ ادامه کارمون. ولی اینو که انجام دادیم بیایم سراغ این که ما یه ولیدیشنی هم برای این قضیه بنویسیم. خب میام اینجا می نویسم exports dot a dot می زنم actor info validator. خب چیز عجب غریبی هم بچه ها نیست، یعنی قبلا نوشتیم. من این هم رو copy paste میکنم. یه نیم داریم، یه about، یه دونه هم جنسیت. خب میگم که تو این حالت میگم که اسم بازیگرمون نباید خالی باشه. اینجا میگم about is مثلا required field و راجع به جنسیت هم میگم جنسیت is a required field. خب میگم اینا نیازه. بعد اینو کپی هم نمیخواد. بیام توی روتمون این میدل ولیدیشن رو اضافه کنم. میام اینجا این ولیدیشن رو میام اینجا اضافه میکنم. خب میذارمش اینجا. یک میگم برو اکتور اینفو ولیدیتور بیار. دو خود ولیدیت هم بیار. ولیدیت این دوتا رو اضافه میکنم اینجا که قبل از این که بخواد به یوزر رو بسازه دو استپ وریفیکیشن یا ولیدیشن انجام بشه. خب بریم اینو چکش کنیم. میام اینجا این عکس فعلا ولش کنیم. هیچی نمیفرستم سمت دیتابیس. میام چی میگه؟ میگه اس باید باشه. میگم چش اسمو میذارم نیم، میذارم مثلا سپیده. میگه about نیازه. میگم چش about هم میذاریم مثلا ایرانیان اکتر. بعد میگه که جنسیتش چطور. میگم چش مثلا فیمیل و دیگه گیر کرد. خب اوکیه کنسلش کنیم. خب برگردیم اینجا توی کنترلرمون اینو دیگه بنویسیم. ما الان سمت ریکوستمون چی داره برامون میاد بچه ها؟ یه اسم میاد، یه about، یه جنسیت، یه دونه فایل اون آواتاره داره میاد. میسم const اسم about و جنسیتش هم داره میاد. خب این کجا داره میاد؟ توی بادیش داره میاد. اما فایل توی بادی نیست بچه ها. فایل خودش تو ریکوسته، مستقیما داخل ریکوست داره میاد. خب حالا بر مبنای این اطلاعات من میام یک بازیگری رو تعریف میکنم. مدل اکتور رو فراخونی میکنم. نشناخت خودش ساجست بکنه. پس میام این بالا کانست اکتور مساویه ریکوایر توی مدل اکتور. خب
اکتور، بعد میگم که توی نیم داری، یه اباوت داری، یه جنسیت داری، فایل رو پیدا کنش. برای فایل ما اول باید فایل ها رو یه جایی ذخیره کنیم. خب میام چیکار میکنیم؟ میام یه سری سایت ها هستن که حالت کلاد دارن، از اون استفاده میکنیم. خب ما از سرویس کلادی که میخوام استفاده کنیم، اکثر سرویس های کلاد خب پولی هن، ما هم خیلی میکنه پرداخت پول که نداریم، برای همین یه سرویس رایگانی هست به نام کلادینری و شما میتونید ازش استفاده بکنید برای دقیقت فایلاتون. برای این پروژه ما از این استفاده میکنیم، برای این دوره یه پلن فیری داره که میشه ازش استفاده کنیم، کارمون رو راه میندازه واقعیت. خب اول یه ثبت نامی انجام میدیم داخلش. خب من ثبت نامو انجام بدم، یه اسم میذارید، مشکل نداره هر اسمی دوست دارید بذارید، بعد ایمیلتون رو بزنید، یه پسورد هم بذارید، اسمش هر کاراکتر رو میخواد. این هم از این، این هم از get started. خب وریفای کنیم ایمیلمون رو، بذار یه لحظه من روی گوشیم وریفای کنم که دیگه درگیر سیستم نشیم. چشم، این هم وریفای. خیلی این وریفای شد و بریم صفحه لاگین، لاگین رو میزنم، وریفای کردم دیگه، اذیتم نکن. خب میگه بذار چشمه اجازه بید من روی گوشیم دارم وریفای میکنم اینو، روی گوشیم وریفای شد. یه بار دیگه لاگین کنیم، مثل اینکه شد. اوکی، یه ذره صبر کنیم که این بالا بیاد. اوکی، ما طبیعتا نسخه دیولوپر هستیم. این هم صفحه داشبوردمون که به همون داده. اینجا هم بچه ها در حقیقت با تکنولوژی مختلف میگه، ولی نود اگه میخوای استفاده کنی این اول این استال بکنی، بعد این از این با این فرمون میری جلو. دقیقا کاری که ما الان میخوایم بکنیم. حتی توی گوگل هم اگه سرچ بکنید کلودینری داکیومنتیشن، این همه داکیومنتش میاد. این داکیومنتشه، میگه با چه زبانی، میگم با نود جی اس میخوام کار بکنیم باهاش، و این هم فول داکیومنتش که میتونید با هم دیگه بخونید و لذت ببرید ازش. خب بریم ازش استفاده کنیم. خب اول باید بریم نصبش کنیم طبیعتا، پس من اینو نصبش رو میارم. و دوباره استارت میکنم پروژم رو. بعد چی کار بکنیم؟ با یکی از این دوتا متد ما اینو ایمپورتش میکنیم، بالایی رو میاریم، کپی میکنم، اینجا کپیشم هست البته. خب تو استپ بعدی که ایمپورتش رو بذار اول انجام بدیم، بیام اینجا اینو ایمپورت میکنم. خب به جا برم میذارم کانست. تو استپ بعدی میگه که کانفیگش رو باید انجام بدیم. برای کانفیگش بچه یه همچین چیزی باید داشته باشیم. خب من اینو کپی میکنم، یا اینجا هم بودش البته فرق نمیکنه، اینو کپی میکنم میام اینجا. خب و توی کنترلرم این بالا میذارمش. خب حالا برمیگردم توی متغیرهای EMVM، اینجا تک تک اینا رو اینجا تعریفشون میکنم. اولش چی بود؟ اسمشو میذارم کلاد underscore API
underscore secret مساویه. بعدی چی بود؟ کلات underscore API underscore key. بعدی چی بود؟ کلات underscore name. خب دونه دونه اینا رو بذاریم اینجا، این بره اینجا، این بره اینجا، سیکرت هم بعد بیاریم یه جایی دست ساب کنید توی داشبورد که برید اینجا باید سیکرت که نشونتون بده. سیکرت اینو کپی میکنم. بچه ها فقط خواهشی دارم، حتما خودتون اکانت درست بکنید. خب چون وقتی تعداد نفرات زیادی به این در حقیقت اکانت من ریکوست بدن طبیعتا دوچار مشکل میشه. حالا من سعی میکنم اینه چند روزه با ریسیتش بکنم و مجبور بشید یه جوری اکانت بسازید، چون واقعا اصلا اگه اکانت نسازید این کدی که اونجا قرار میدید دوچار مشکل میشه. خب فقط حالا کافیه که اینا رو پاک کنم، بداشون متغیره چیزی که درست کردم بسید کنم پروسس نورف بزرگ .env .cloud underscore name. برای اینکه یه تنبل و من این رو کپی پیست کنم بعدیشو، بعدی کلید process.env.in یا ابوالفضل process.env.in و این هست process.env.in. خیلی خوب، این هم از این. و نکته آخر این جلسه اضافه کردن پارامتر به نام secure که برابر میذاریم با true. این چیکار میکنه؟ هر بار که شما یک فایلی رو داخل کلاود نیری آپلود بکنی لینکی که برای شما جنریت میکنه HTTPS خواهد بود که طبیعتا بهتر از HTTPه. بریم بیایم جلسه بعدی نحوه استفاده از کلاود نیری رو با هم دیگه صحبت کنیم. فعلا خداحافظ.